در موج برنامه اطلاعاتی خبر. هشدار کمیته حالت‌های فوق‌العاده از تهدید سیلخیزی در تاجیکستان تا تابستان. سیبر پروازهایش را با تاجیکستان پورا برقرار کرد. خواننده تاجیک هواپیمایی بسرنشین ساخت. زنی تاجیک را در روسیه هم وطنش کشت و به 6 سال زندان محکوم شد. روسیه امکانی مهاجران را بررسی میکند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان میگوید تا اولی ماه ایون در تاجیکستان خطر سیلخیزی باقی میماند. طبق معلومات آژانسی آب و هواشناسی تا سنه 1 ایونی سال روان در منطقه های دامنکه و کوهستان ختلان، ولایت سغد، ناحیه های غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان، اینچنین ناحیه های تابع جمهوری خطر سیل باقی میماند. در این رابطه کمیته از اهالی در این مناطق سیلخیز دعوت میکند که تا حد امکان با دقت باشند. شرکت روسی سیبر S7 اظهار داشت که مسئله اجازت خط‌سیرها در تاجیکستان پورا برهمانده شد. شرکت S7 با تاجیکستان با نظام مقرری پرواز میکند، اظهار داشتند از خدمات مطبوعاتی شرکت با ریا نوویستی. پیشتر نماینده S7 اظهار داشته بود که هنگامی گرفتن اجازت پرواز با تاجیکستان به مشکلی دچار شده است. جمشید نظرف، خواننده سنفی 11 که در مکتب رقم 2 شهر خوجند تحصیل میکند، دویومین هواپیمای خود را ساخته است. خبر میدهد سامانه جام. به اطلاع منبع در ساختن این هواپیما به او استادش جلیل رحیموف کمک کرده است. نظرف میگوید هواپیما را همگی با خرج 1500 سومانی ساختند و آن برای نظارت سرحد پیش بینی شده است. درازی هواپیما 2 متر بوده، قناتهایش 2.5 متر می باشد. هواپیما فسیلوی اداره می شود و 2 کیلومتر می تواند پرواز کند. اینچنین قابلیت بردن تا 10 کیلوگرم بار را دارد. شرح داده است نظرف با سامانه مذکور. گفته می شود که این هواپیما با برق پرواز می کند. این اولین هواپیمای اختراع کرده جمشید نبوده، قبلا یک هواپیمای دیگر برای بارکشانی در خواجگی قشلاق نیز ساخته بود. جمشید امسال خط کننده است. او میخواهد در سوهای نوآوری و اختراع‌کاری موفق شده، دانش‌های قوی را در خارج کشور اندوزد و سپس با ایده‌های نو به تاجیکستان برگردد. پراکراتوری تاجیکستان از زندانی شدن یک مهاجر تاجیک در روسیه خبر می‌دهد که در قتل هموطن خود دست داشته است. به خبر این نهاد، حادثه کشتار در فدراسیون روسیه هنوز سال 2019 صورت گرفته بود. گفته می‌شود جسد زنی 47 ساله ساکن نوحی یووند را با علامت‌های مرگ مجبوری از روسیه به تاجیکستان انتقال دادند. زمینان جانب تاجیکستان برای پیدا و جزا دادن متهم این جنایت به پراکراتوری روسیه درخواست ارسال نموده بودند. در نتیجه همکاری طرفین با گمانی صادر کردن این جنایت شهروند تاجیکستان بازداشت شده است، تاکید می شود در خبر. در جریان تفتیشات معین کرده شد که مهاجر تاجیک در نتیجه مناقشه با کورد به شکم زنی 47 ساله 4 ضربه زده است که آخران ضرر جدی به سلامتی برداشته وفات کرده است. به همین منوال با حکم سودی شهری میتیش ولایت مسکو مهاجر تاجیک بخا در صادر کردن این جنایت گناهکار دانسته شده به مهلت 6 سال روانه زندان شد. نام برده جزای جنایش را در کلونی اصلاحی نظامش سخت سپری میکند. مسئله امکانی مهاجران از کروناویروس و دانشجویان خارجی به نزدیکی حال خود را می‌یابد، اظهار داشت معاون رئیس حکومت این کشور تاتیانا گولیکوا. با گفته او، ضرورت امگذرانی بین مهاجران مهنتی و دانشجویان از دیگر کشورها در سطح فدرالی حل کرده می‌شود. این مسئله را گوبرناتور ولایت استرخان ایگر بابوشکین هنگام نشستی آنلاینی در مسائل امگذرانی از کروناویروس نو نزد حکومت روسیه گذاشته است. با گفته او، واکسینه کروناویروس در منطقه طبق نقشه که ماه مارت تصدیق کرده شده بود براه مانده شده است. در همین حال او اظهار نگرانی کرده است که در ولایت شماره مهاجران بیشتر می شود و خطر پنچوی کروناویروس زیاد. سامیانی عزیز، این بود برنامه اطلاعاتی خبر. تا برنامه دیگر، در امان خدا باشید. خیر. برنامه اطلاعاتی خبر از رویدادهای تاجیکستان، منطقه و جهان آگاه باش.